با تشکر. باز هم از همه متشکرم. متشکرم. سپاس بسیار از همگی. متشکرم. خیلی متشکرم. گروه خیلی شلوغی هستین. ممنونم دوستان. متشکرم. بسیار بسیار متشکرم از اینکه اینجا هستید و من هم شما رو دوست دارم. شب گذشته من به دونالد ترامپ تبریک گفتم و به او پیشنهاد دادم که حاضرم به نیابت از طرف کشور با او همکاری بکنم. امیدوارم که او یک رئیس جمهوری موفقی برای کلیه آمریکاییان باشد. این نتیجه ای نبود که ما می‌خواستیم یا نتیجه ای که انقدر سخت براش کار کردیم و متاسفم از اینکه در این انتخابات پیروز نشدیم برای اون ارزش‌هایی که ما داریم و اون چشم‌اندازی که برای آینده کشور داریم. اما من احساس غرور میکنم و احساس تشکر که این کمپینی رو که ما با هم درست کردیم، این کمپین بسیار گسترده، متنوع، پر انرژی، شما بهترین نمایندگان آمریکا هستین و این یک و نماینده شما بودن یکی از افتخارات بزرگ زندگی من بوده. آگاهم که شما چقدر احساس سرخوردگی دارین، چون من هم همینطورم و همینطور ده ها میلیون آمریکایی که امیدشون رو در این تلاش ما گذاشته بودن. دردناک هست و برای مدت طولانی دردناک خواهد بود، اما میخوام این رو فراموش نکنید. کمپین ما هیچ وقت هدفش این یک نفر یا حتی یک انتخابات نبود، بلکه در رابطه با این کشوریه که ما اونو دوست داریم و یک آمریکایی رو درست بکنیم که امید داشته باشه، متنوع باشه و به همه احترام بگذاره. ما دیدیم که کشور ما بیش از هر زمان دیگه‌ای و بیش از اون که فکر می‌کردیم شکاف در اون واقع افتاده. اما من همیشه اعتقاد داشتم به آمریکا و همیشه هم اعتقاد خواهم داشت. شما هم همینطور. اگر شما اعتقاد دارین، باید این نتیجه رو بپذیرید و به آینده نگاه کنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ما خواهد بود. ما باید با فکر باز به اون فرصت رهبری بدیم. دموکراسی ما بر اساس قانون اساسی میگوید که باید قدرت انتقال آرام باشه. ما نه تنها به این احترام میذاریم، بلکه واقعا علاقه شدید داریم. حکم قانون اصل اینکه ما همه در حقوق و کرامت برابر هستیم، آزادی بیان و دین، ما احترام میگذاریم به این ارزش ها و باید از اونها هم دفاع کنیم. اجازه بدین اضافه کنم که دموکراسی قانون اساسی ما در واقع از ما انتظار ما رو از ما انتظار داره. بنابراین بذارید که ما برای این ارزش هایی که برای ما بسیار ارزشمند هستند باز تلاش خودمون رو ادامه بدیم. باید به کشورمون رو حمایت بکنیم، حفاظت بکنیم و همینطور کره زمین رو و کلیه صدهایی که در جلوی آمریکایی‌ها هست برای رسیدن به آرمان و آرزوشون رو بشکنیم. یک سال و نیم با یکدیگر کار کردیم و مردم آمریکایی رو از هر گوش و کنار این کشور به هم نزدیک کردیم که بگوییم که اون آرمان آمریکایی برای همه آمریکاییان، آمریکایی از هر قوم و نژاد و دین و زنها، برای مهاجرین، برای دیگر باشان و همینطور برای معلولان، برای همه هست این آرمان ها. بنابراین الان وظیفه ما به عنوان یک شهروند این هست که به وظیفه خود عمل کنیم که
یک آمریکایی بهتر، قوی تر و عادلانه تر درست بکنیم. میدونم همه این کارا خواهند کرد. من خیلی خوشبختم اینجا در کنار شما هستم. من میخوام از تیم کین و ان هولدن برای یار انتخاباتی من بودن تشکر کنم. خیلی خوشحال بودم از اینکه با اونها بیشتر آشنا شدم و الان همینطور خوشحالم که تیم در واقع در جبهه مقدمه دموکراسی ما در ایالت به عنوان سناتور ایالت ویرجینیا خواهد بود. به خطاب به باراک و میشل اوباما، کشور ما یک دین عظیمی به شما مدیون هست، بدهکار هست. ما از شما سپاسگزاریم به خاطر رهبری بسیار مصمم شما و اینکه آمریکاییان و خارجیان در سراسر جهان رو با اونها رسیدگی کردین. من از کلیه خانواده ها تک تک باید بگم که متشکرم. من بیش از اندازه شما رو دوست دارم. شما این کشور رو از یک سو به سوی دیگر رفتین به نیابت از طرف من و به من کمک کردین. حتی ایدن نوه 4 ماه هم با مادرش سفر میکرد. من همیشه از کار زنان و مردان با استعداد بسیار فعالی که با من کار کردن در سراسر کشور هم بسیار سپاسگزارم. شما تمام از صمیم قلب برای ما کار کردین در این کمپین. برای شما سربازان کهنه کار کمپینی بود که کمپینهای قبلی انجام داده بودید. برای برخی از شماها نخستین بار بود، اما میخوام تک تک شماها بدونین، ولی بدونید که شما بهترین کمپین می بودید که کسی میتونست انتظار اون رو داشته باشه. و شما میلیون ها داوطلب ها، رهبران محلی و کسانی که از محله به محله، خونه به خونه رفتین، در فیسبوک، حتی در فیسبوک های سوپر خصوصی خودتون رفتین و برای من تبلیغات کردین. من میخوام الان حالا همتون از اون پشت بیاین بیرون و تا مردم صداتون رو بشنون از حالا به بعد. همه اونهایی که حتی $5 هم به کمپین ما کمک کردن، متشکرم. با تشکر از سوی همه ما و همینطور جوانان، امیدوارم این حرف من رو بشنوید. من همطور که تین گفت، تمامی سالهای بلوغم رو در مبارزه بودم. موفقیت هایی داشتم، شکست هایی هم داشتم. بعضی وقتا این شکست ها بسیار دردناک هم بودن. خیلی از شماها الان در ابتدای راه حرفه خود هستید. شما هم همینطور موفقیت هایی خواهید داشت، شکست هایی هم همینطور. این شکست دردناک هست، اما خواهش میکنم هیچ وقت اعتقادتون رو از دست ندید که مبارزه برای آن چیزی که لیاقتش رو داره ارزشمند هستش. ارزش داره. بنابراین من میخوام که شما با همین مبارزات ادامه بدید، چه الان چه برای بقیه عمرتون. و خطاب به تمامی زنان، خصوصا زنان جوان که به ما اعتقاد داشتین، به کمپین من و به خود من اعتقاد پیدا کردین، باید بگم که هیچ چیزی منو به این اندازه
افتخار نداده که در واقع رهبری شما رو داشته باشم. میدونم که ما هنوز اون سقف شیشه‌ای بسیار بلند رو نشکستیم، اما اون روز خواهد رسید، شاید خیلی هم زودتر از اون چیزی که انتظارش می‌رود. و خطاب به همه دختران کوچکی که الان دارن این صحبت‌ها رو میشنوند، هیچ وقت شک نکنید که شما ارزشمندید، قدرت دارید و لیاقت هر شانس شایستگی دارید که هر شانسی در دنیا که برویتون باز بشه دنبالش برید و آرزو و آرمان‌های خود رو دنبال کنید. و بالاخره من خیلی خوشحالم، خیلی متشکرم از این که آن چیزی که این کشور به من داده. من هر روز از این که یک آمریکایی هستم دعا میکنم و مانند و همیشه معتقد بودم و الانم همینطوری که اگر ما در کنار هم باشیم علی رغم اختلاف هامون، اگه اعتقاداتمون رو حفظ کنیم و تعهدمون رو به این کشور حفظ بکنیم، روزهای خوش ما هنوز پیش رو هستند. زیرا که میدونین به نظر ما همونطور که گفتم ما با هم دیگه قوی تر هستیم و بهتر هم جلو می رویم و هیچ وقتم پشیمان نشد که به این خاطر تلاش کردید. باز هم انجیل به ما میگه که نگران نباش، که هیچ نگران اون نباشید که چقدر سخت تلاش میکنید، چرا که در آینده به هر حال نتیجه اون رو خواهید دید. پس ببینید اعتقاد به همدیگر رو حفظ کنیم، امیدمون رو از دست ندین. فصل‌های آینده‌ای هم وجود داره و کار بیشتر در انتظار ماست و من خیلی افتخار میکنم و متشکرم از اینکه این فرصت به من داده شد که نماینده همه شما در این انتخابات سرنوشت ساز باشم. خداوند شما و آمریکا را حفظ کند.